سلام دوستان، به سری ویدیوهای پردازش تصویر در پایتون خوش اومدین. توی این سری، این پلیلیستی که من براتون قرار شروع کنم، بیشتر تمرکزمون روی لایبرری اوپن سی وی هستش. توی این سری ویدیوها نصب پایتون یا محیط برنامه نویسی آموزش داده نمیشه، یعنی شما یه سری پیش نیاز باید داشته باشین و بعد وارد این پلیلیست بشین. محیطی که من ازش استفاده میکنم پای چارم هست، یه مقدار پیشرفته تر، یعنی اگه شما آشنایی دارید میتونید وارد پای چارم بشین. از همون ابتدا هم وارد بشید خیلی کار سختی نداره و کم کم میتونید آشنا بشید. حالا شاید بعدا یه ویدیو در مورد پای چارم هم بذارم. تو این ویدیو اول یه بحثای خیلی ساده در مورد لود تصویر و وارد کردن تصویر، نشون دادن تصویر و سیو کردن تصویر توی اوپن سی وی یاد میدم که بعدا بریم سر ویدیوهای سر مباحث پیشرفته تر و شما هم تو کامنت ها میتونید هر مبحثی نیاز هست و لازم هست در ادامه سوال بپرسید یا عنوان کنید و بتونید در ویدیوهای بعدی اونا رو هم وارد کنید. خب، برای شروع کار ما باید یه سری لایبرری ها اول ایمپورت کنیم. یه لایبرری که خب خیلی وقتا لازم میشه، حالا شاید تو این ویدیو لازم نشه، ولی معمولا استفاده میشه نامپای هستش. وقتی می نویسیم ایمپورت نامپای از NP، این از در واقع میاد میگه که بعداً ما اگه بخوایم به این نامپای رفرنس بدیم یا اشاره کنیم یا ازش استفاده کنیم با اسم NP استفاده میکنیم ازش، که در واقع کار تایپ کردن رو یکم کمتر میکنه، هیچ فرقی نمیکنه. میایم لایبرری اوپن سی وی رو ایمپورت میکنیم که خیلی ها دوست دارن به اسم سی وی ازش استفاده کنم، من هم همینطور. برای لود تصویر دستور ما cv.imread هستش که دو تا آرگومنت لازم داره. آرگومنت اول مسیر تصویرتون هست یا اسم تصویرتون هست. اسم عکس من cityscape.jpg هستش. حالا شما اگه تصویرتون تو همون فولدری باشه که برنامه‌تون هست، میتونید در واقع چکار کنید؟ میتونید همون فقط اسم تصویر رو بنویسید. ولی اگه تو اون فولدر نیست، باید مسیر کاملش رو بنویسید. مال من تو همون مسیر نیست و مسیر کاملش رو می‌نویسم که عکس رو پیدا کنه. آرگومنت دوم اینه که شما بخواید بگین که عکس رو به صورت رنگی بخونه یا به صورت سیاه‌سفید بخونه. اگه بخوایم عکس رو به صورت سیاه‌سفید لود کنیم، میگیم cv.imread_grayscale. خب، توی اوپن سی وی معمولا از grayscale استفاده میکنن چون خیلی پردازش راحت تر میکنه. حالا الان که دستورات ساده ای هست، ولی وقتی بخواین کار بیشتری باش بکنین، تو خیلی از مسائل محاسبات رو سریع تر میکنه و راحت تر میکنه و برای خیلی از کارا با همین میتونید کارتون را بندازین. علتش چیه؟ برای اینکه وقتی تصویر رو به صورت رنگی میخونین، تصویر سه تا کانال داره، کانال قرمز، آبی و سبز، ولی وقتی به صورت سیاه‌سفید یا گریسکل میخونین فقط یه دونه کانال داره و خیلی کار رو ساده تر میکنه. حالا اگه بخوایم به صورت رنگی لودش کنین، به جای cv.imread_grayscale می نویسید cv.imread_color. یه دستور دیگه هم، یعنی یه حالت دیگه هم هست که می توانید بذارید cv.imread_unchanged. این یعنی همون جوری که هست لودش می کنه، یه کانال اضافه به جز اون سه تا کانال رنگی هم اضافه می کنه که کانال آلفا هست. حالا این خیلی تخصصی تره و الان نیازی نیست به توضیحش. شاید جاهایی ببینید که به جای این cv.imread یه عدد بذارم، مثلا 0. خب، این در واقع همون grayscale هست، یعنی شما
میتونید به جای اینکه گریسکل بنویسین عدد صفر بذارید، برای رنگی لود کردن عدد یک بذارید و برای unchanged منفی یک میذارم. حالا این عکسی که لود کردیم و بیایم نمایش بدیم. دستور نمایش دادن cv.imshow هستش. آرگومنت اول عنوان اون پنجره که باز میشه، حالا خیلی مهم نیست، اون بالاش می نویسه که مثلا شما هر چی میخواییم بنویسیم. آرگومنت دوم اون اسمی هستش که شما عکس رو توش لود کردین. من اسمشو ایمیج گذاشتم و اینجا همونو می نویسم. بعد این شو معمولا این نوشته میشه cv.weightkey. این به این معنی هستش که وقتی عکس، صفحه نمایش عکس باز میشه، این میگه که شما، میگه که به پایتون میگه که منتظر کلیک این دکمه باش تا صفحه رو ببندی. وقتی اینجا صفر گذاشته میشه یعنی هر دکمه فشار داده شد صفحه رو میبنده. یعنی وقتی هر دکمه فشار داده شد destroy all windows، یعنی همه پنجرهایی که باز شده رو ببند. خب بیایم ببینیم که نتیجه چطوره. خب الان این تصویر ما هستش که به صورت سیاسفید، چون سیاسفید خوندیمش، سیاسفید نمایش داده میشه. حالا شما همینو میتونید رنگی هم بخونید، یعنی ایمیج مثلا من یه اسم دیگه براش میذارم. حالا بذاریم همینو کپی پیست کنیم که وقت گرفته نشه و به جای گریسکیل بنویسیم کالر. الان برای یه نمایش تصویر توی صفحه دیگه یه دونه cv.imshow دیگه لازم داریم. اسممون کالر هست. حالا عنوانش هم عوض میکنیم. الان میبینید که دو تا تصویر باز، دو تا پنجره باز شد و عنوان هر کدوم متفاوت هست و یکی رنگیه یکی سیاسفیده. الان من هر دکمه ای رو کیبورد رو بزنم این پنجره ها بسته میشن. خب یه توضیحی من در مورد سیستم رنگ بندی OpenCV بدم. معمولا سیستم رنگ بندی که شما میبینید توی اکثر مواقع RGB هستش. یعنی شما وقتی کد رنگ بندی تصویرتون مثلا این هست، خب یعنی این 34 مربوط به کانال قرمز رد، 45 مربوط به کانال گرین یا جی هستش سبز و 56 بی بلو یا آبی هستش. ولی تو اوپن سی وی متفاوته. تو اوپن سی وی سیستم رنگ بندی بی جی آر هستش. خب یعنی شما تو بی جی آر اولین عددتون مربوط به کانال آبیه، بعد سبز، بعد قرمز. این مهمه که بدونید، چون بعضی وقتا شما ممکن از یه لایبرری دیگه هم استفاده کنید، مثلا matplotlib، و تو این لایبرری اگه عکس رو شما به صورت OpenCV بخونید و با یه لایبرری دیگه استفاده کنید، ممکنه از مقدار رنگ بندی ها به هم بخوره و علتش ممکنه، یعنی احتمالا علتش این هستش که از یه سیستم رنگ بندی رفتین روی سیستم رنگ بندی دیگه. حالا اینجا من بهتون گفتم که کانال آلفا هم اضافه میشه که تبدیل میشه RGBA یا BGRA. این A آخرش مربوط به کانال آلفا هست. خب حالا بیایم عکس رو سیف کنیم. من عکس رنگی رو دارم، حالا میخوام عکس سیاسفیدش رو سیف کنم. دستور سیف cv.imwrite هستش. آرگومنت اول مسیری است که شما میخواین سیوش کنین، چون من میخوام تو همین مسیر سیوش کنم. همینو وارد میکنم و اسمشو خب هرچی دوست دارین میتونین بذارین. و آرگومنت دوم اسم تصویرتون هستش. خب این دستور میاد توی این مسیر عکس رو سیو میکنه. الان من چیزی که میخواستم بهتون بگم، شما میتونید از دستور
مت پلاتلیب هم برای نمایش عکس استفاده کنید. برای این کار اول باید لایبرری مت پلاتلیب رو ایمپورت کنید. ولی معمولا چیزی که از لایبرری مت پلاتلیب لازم میشه، مت پلاتلیب پای پلات هستش. خب اگه شما بخواید پای پلات رو از مت پلات پلیب لود کنید، می نویسید from matplotlib import پای پلات. یعنی شما از مت پلات لیب میایین فقط پای پلات رو لود میکنین و ما معمولا اسمش رو میذاریم پلات. حالا چون من توی این پروژه جدیدی که باز کردم لایبرری مت پلات لیب فعلا نصب نشده، به این صورت خط قرمز زیرش نمایش داده میشه. خب حالا میخوایم ما بذارین اینا رو من کامنت کنم که چون فعلا لازمشون نداریم که اینا دوباره انجام داده نشن. کامنت چند لاینی توی پایتون به این صورت هست. الان اینا همشون کامنت شده. خب الان ما عکس رو به صورت با اوپن سی وی خوندیم، ولی میتونیم با مت پلات لیب هم نمایش بدیم. دستورش چیه؟ از plot.imshow اسم تصویرتون رو مینویسین، سی مپ یعنی به چه صورتی ما دوباره به صورت گری اسکیل نمایش داده میشه، نمایش میدیم. و یه دستور، یه آرگومنت دیگه هم داره که بای کیوبیک. اینو من در ویدیوهای بعدی حالا در مورد مت پلات لیب باشه توضیح میدم بهتون. و میایم اون پلات رو نمایش میدیم. حالا من ویدیو رو پاز میکنم که لایبرری مت پلات لیب رو هم نصب کنم و بعد ران کنیم ببینیم چه جوری میشه. حالا البته بد نیست که این قسمت نصب لایبرری رو هم ببینید. خیلیاتون میدونید، حالا برای اونایی که آشنایی ندارن، معمولا از دستور pip استفاده میشه، pip install و اسم لایبرریتون. الان این شروع میکنه به نصب این لایبرری و بعد اینکه نصب شد شما میتونید ازش استفاده کنید. توی پایچارم یه روش دیگه هم هست که میتونید از داخل خود پایچارم اینو نصب کنید. چطور؟ تو قسمت setting میرین توی پروژهتون و توی پروژه قسمت اینترپرتر تمام لایبرری هایی که توی این پروژهتون نصب هست رو نشون میده. اگه بخواید یه لایبرری اضافه کنید، اینجا اسم تمام لایبرری ها میاد و شما اون لایبرری مورد نظرتون رو تایپ میکنید، matplotlib، و پیداش رو میکنید و اینستال پکیج رو میزنید. حالا چون من با دستور زدم که الان نصب بشه، دیگه اینو نمیزنم. بعد خب الان نشون میده که خب الان که نصب شد میبینید اون خط قرمز دیگه از زیر اینا رفت و این باید الان کار کنه ببینیم که نمایش داده میشه یا نه. الان این تصویر به صورت گریسکل نمایش داده شد. توی مت پلاتلیب میبینید که یه سری به قول معروف گرید هم داره که اینجا برای خیلی کارا مفیده که ابعاد تصویر یا این سایز بندی هاش هم میتونید ببینید. اگه بخواید حالا اونا نباشن، یه دستوری هست که من سعی میکنم کپی پیستش کنم که خیلی وقت نگیره. این باعث میشه که اون عددها یا اون گریدها رو نشون نده. این خیلی بعضی دنبالش هم و پیدا نمیکنن که چجوری میشه. حالا ما بخوایم تصویر رو رنگی هم نشون بدیم، ایمیج کالر رو نشون بدیم، خب الان میبینید که یکم رنگ بندیاش با رنگ بندی های ایمشو فرق کرد. حالا بذاریم اینا رو مقایسه کنیم ببینیم که چقدر فرق کرد. حالا این
سیاه‌سفیدش رو لازم نیست نشون بده، فقط رنگیش رو نشون بدیم، ران کنیم ببینیم چطور میشه. خب این تصویری هستش که اوپن سی وی لود کرده. حالا شما ببینید من اینو ببندم، اصلا کاملا رنگ بندی مت پلاتلیب با اوپن سی وی فرق میکنه. حالا به هر حال میگم خیلی توی مرحله یا مرحله ابتدایی لازم نداریم الان ما توی این، مخصوصا توی این سری ویدیو ما خیلی استفاده نخواهیم کرد از مت پلاتلیب. فقط یه قابلیت دیگه مت پلاتلیب رو من نشونتون بدم، میتونید رو عکستون حالا یه سری خطوط یا تصاویر یا چیزایی بکشین. مثلا من میخوام روی اون عکسم یه دونه خط بکشم با دستور plot plt.plot و مختصات نقطه اول بر فرض مثال 50 100، مختصات نقطه دوم 100 200. رنگ خطمون رو مشخص میکنیم، این یه آبی فیروزه‌ایه، اگه آر بذارین قرمز مینویسه و زخامت خطتون مثلا 5 بذاریم ببینیم چطور میشه. خب الان خیلی رنگش مشخص نیست، ولی شما اینجا میبینید یه خط کشیده شده تو همون نقطه‌ای که شما میخواید. خب این قابلیت ها هم داره، حالا من فقط گفتم که در جریان باشین و بدونید، ولی در ادامه ما بیشتر قراره از OpenCV استفاده کنیم. خب این ویدیو فعلا فکر کنم برای اینجا کافیه، ویدیوهای بعدی وارد بحث‌های دیگه میشیم که چجوری از فیلترهای مختلف استفاده کنیم، چجوری تغییرات بدیم رو عکس‌ها و اون چیزایی که میخوایم از عکس‌ها استخراج کنیم. به عنوان مثال اچ دیتکشن، تشخیص خطوط افقی و عمودی توی خط ها، یا تشخیص یه رنگ خاص توی عکس، فیلتر کردن یه عکس و خیلی کارهای دیگه.